خروجی قلب رو میسازن. دیگه چی؟ کل ملانوسیت ها. دیگه چی؟ خدمت شما عرض کنم که آج دندان. دیگه چی؟ سلول های غده فوق‌کلیه و هم سلول های دیگری که میساختن. من اینجا کاری ندارم. اینا در ابتدا اکسودرم بودن و بعد میان دوباره تبدیل به چی میشن؟ مزودرم. در اصل واژه چی واسهشون به کار میبرن؟ اکتو مزانشیمال. بس واژه اکتو مزانشیمال به کار میبرن به خاطر این، به خاطر اینکه در ابتدا اکسودرم بودن ولی بعدا دوباره میان تبدیل به چی میشن؟ مزودرم میشن. فقط شما تو این ساختار رو میبینید که همچین تغییری، ما برای این ساختار همچین تغییری نداریم. به خاطر اینکه تو کتاب تنکید به کرات استفاده میکنه از سلول های اکتو مزانشیمال. وقتی میگه سلول اکتو مزانشیمال یعنی کدوم سلول ها؟ نورال کرستایی که وجود داره. این هایی بود حله؟ خواستم این هم واسه تو تعریف کنم، این تعاریف رو بتونید متوجه شید. خب مرحله بعدی چه اتفاقی میفته؟ پس مرحله اول ما اگر میخوایم نامگذاری کنیم، البته تو کتاب نامگذاری کرد، مرحله اول میشه لامینا استیج. یک دنتال لامینا تو فک فوقانی و فک تحتانی ایجاد میشود. زیر این دنتال لامینا چی وجود دارد؟ مزودرم دیگه. مرحله اول پس میشه لامینا استیج. مرحله دوم میخوام توضیح بدم. مرحله دوم میشه بود استیج یا مرحله جوانه زدن. چه اتفاقی میفته بچه ها؟ این الان همون زخیم شدگی اکتودرمی که وجود داره، این زخیم شدگی اکتودرمی که وجود داره، این اکتودرمی که زخیم شده است شروع میکنه توی بعضی از نواحی که بهش میگن دنتال پلاکوت یا پلاکوت های دندانی. ببین اول به صورت کامل تشکیل میشود، اول به صورت کامل یک ناحیه نرستی میسازه، بعد این ناحیه به صورت کامل هست، بعد این ناحیه نرعصبی اون جاهایی که میخواهد دندانهای شیری ایجاد بشود فقط اون نواحی شروع میکنه تقسیمات مکرر انجام دادن. به اونا میگن چی؟ دنتا پلاکوت. دندانهای شیری چند تا؟ 20 تا. تو هر نیمه فک چند تا؟ 5 تا. کسی میتونه 5 تا نام ببره؟ 20 تا. بفرمایید. خانم جعفری بفرمایید. خانم اسکری بفرمایید. بفرمایید. به تشریح اینجا بفرمایید. بفرمایید. دندانهای پیش؟ این سایز زیب یا پیش؟ آیا شیری کانین داریم؟ نه داریم. داریم یا نه داریم؟ داریم دیگه، درسته؟ خب؟ خب داریم؟ پیش یه دونه از دو تا؟ دو تا پیش داریم؟ نه دو تا پیش داریم. دو تا پیش داریم. دو تا پیش داریم. دو تا ما توی دندانهای شیری پرمولا نداریم. بستی شد؟ دو تا تو هر نیمه پک، اونجا رو یه نیمه پک کردیم شد، اونجا رو یه نیمه پک. تو هر نیمه پک دو تا چی داریم؟ پیش داریم، یه دونه کانین داریم، دو تا مولا. ببینید اون جاهایی که میخوان اینا تشکیل بشن اول به صورت یک لامینا کلش زخم شده، ولی میخواد پلاکوت ها تشکیل بشود به این صورت نیست. دو تا برای پیشا تشکیل میشه، یه دونه برای کانی، دو تا برای چی؟ مولارها. به این زخیم شدگی ها میگن دنتال پلاکوت. دنتال پلاکوت. ما بین اونها دیگه زخیم شدگی اتفاق نمیفته. بس دنتال پلاکوت هم فرقی میشه. اما وقتی دنتال پلاکوت تشکیل میشود، مثلا این ناحیه میخواد دنتال پلاکوت تشکیل میشه، این دنتال پلاکوت شروع میکند تقسیم شدن و رفتن کشیده شدن به سمت بافت خدمت شما عرض کنم که مزانشیم زیریش به این صورت. مثلا این همین به این میگه مرحله چی؟ مرحله اودسه یا مرحله جوانه زدن. اوکی؟ خیلی ساده است. بس اول لامینا، دنتال لامینا، بعد دنتال پلاکوت، بعد دنتال پلاکوت. ببین مثلا اینجا یک پلاکوتی تشکیل میشه و بعد چون میشه تقسیم شدن به سمت پایین که بهش میگن چی؟ بود استیت یا مرحله جوان زدن. مرحله چی؟ جوان زدن. خب مرحله بعدی، مرحله بعدی چه اتفاقی میفته؟
مرحله بعدی چه اتفاقی؟ مرحله بعدی اتفاقی که میفته فوق العاده اتفاقی، یک مرحله ای است به نام خدمت شما عرض کنم که کپ استیج یا مرحله کلاهکی کپ استیج. از اول من سریع کامل این مرحله بگم، بعد میایم با جزئیات در مورد هر کدوم از مرحله چه اتفاقی میفته با هم صحبت خواهیم کرد. مرحله کپ استیج یا مرحله کلاهکی چرا بهش میگن کلاهکی؟ به خاطر اینکه این جوانه دندانی که وجود دارد، این جوانه دندانی که وجود دارد میاد پایین، قسمت انتهایی شروع میکنه به چه صورت تقسیمات متعدد انجام دادن و به صورت یک فنجانی در میاد، به صورت یک چی؟ کلاهکی در میاد، به صورت یک کلاهکی در میاد، به این میگن چی؟ کپ استیج. پس مرحله جوانه زدن فقط یک خدمت شما عرض کنم اکسیدن میاد به سمت پایین، ولی مرحله کلاهکی چه اتفاق میفته؟ قسمت تحتانیش متصل میشه. اما یه اتفاق دیگری در همین اسناد اتفاق میفته، این بافت های اکتومزانشیمالی که وجود داره، این بافت اکتومزانشیمال، بافت اکتومزانشیمالی که بلافاصله زیر این قسمت کلاهکی هست شروع کنه چکار کردن؟ متصل شدن و یک اینجا تکامل چیز تجمع پیدا کردن. کدوم قسمت؟ همون بافت اکتومزانشیمال. یک ساختاری میسازه به نام پاپیلای دندان، دنتال پاپیلا. اوکی؟ بس مرحله بود استیج رو فهمیدیم، مرحله کپ استیج هم فهمیدیم. مرحله بعدی بل استیج چه اتفاق بود؟ یا مرحله زنگوله، این شبیه زنگوله میشه. به چه صورت؟ الان میگم اتفاقات جذابی گذشته بود، اتفاقات جذابی گذشته بود. الان میگم نگاه کنید، این قسمت کپ یا قسمتی که متصل میشه شروع کنه اینواژینه شدن. وقتی اینواژینه میشه، این ساختارهای دنتال پاپیلا یا ساختارهای خدمت شما عرض کنم که مزانشیم که هست شروع میکنه نفوذ کردن به سمت چی؟ این قسمت کپ. نگاه کنید چه اتفاق میفته. من ساختار رو بکشم روی ساختار. اول این اسمی مرحله چی شد؟ بل استیج. یه همچه ساختاری واسه شد اتفاق. الان میگه چه ساختاری بیلیچ مشکل بعد در صحبت هر کدوم از اینها صحبت میکنی چه اتفاق. این قسمت پاپیلا یا اکتومزانشیما شروع کنند اینجا که هست نفوذ کردن به سمت چی؟ این ساختار خدمت شما از کپی هست که بیدید. حله؟ اما خود این اولاً که کل این ساختار یعنی این قسمت کپ با این قسمت ساقه اقتصادی که به لترال لامینا هم اسم این هست، حالا بعدا در مورد صحبت کنیم. این هم میگن دنتال ارگان یا ارگان دندانی، دنتال ارگان. بس کله وقتی داریم ما صحبت از واژه‌ای به نام دنتال ارگان میکنیم، دنتال ارگان یعنی چی؟ یعنی این قسمت جوانه زدن و کل ساختار. اما خود این دو لایه میشه چون در نهایت این ساختارها مخصوصا لایه داخلی میاد چی میسازه؟ مینار بسازه. اینو میگن اپیتلیوم مینایی داخلی، اینو میگن اپیتلیوم مینایی خارجی. بس یه بار بهتون میگم خود این ساختاره وقتی این واژه نمیشه دو نمیشه. اپیتلیوم مینایی داخلی که اینجا را وجود دارد سلولهایی هستن، میگن اپیتلیوم مینایی داخلی، سلولهایی هستن که ساختار اپیتلیومی وجود دارن و به صورت چیه؟ استوانه شکل و زیرش هم مثل بقیه اپیتلیوم ها چی تشکیل میشه؟ زیر همه اپیتلیوم ها چی وجود داشت؟ قشای پایه، باکنمن وجود داره چی وجود داشت؟ قشای پایه. اما ساختار اپیتلیوم خارجی، این ساختار اپیتلیوم خارجی میخواد بشه.
ساختار اپیتلیوم خارجی یک لایه سلول های مکعبی بس اون چی شد استوانی این چی شد مکعبی قرار میگیره و زیرش دوباره چی وجود داره؟ قشای بس این کف به دو تا لایه تشکیل شد اپیتلیوم مینایی داخلی و اپیتلیوم مینایی خارجی این هم اما سلول هایی که این وسط وجود داره سلول هایی که این وسط وجود دارن ما بینش قرار میگیرن خصوصیات منحصر به فرد بیدن این سلول ها شروع میکنن ترشح کردن گگ گلیکوز آمینو گلیکان ساختار گگ ها چی بود؟ ساختار گگ ها چی بود؟ ساختار گگ ها چی بود؟ حشمتیان عزیز ساختار گگ ها چی بود؟ بینجا چی؟ بینجا باش بینجا بشمت بیا من اینجا تو رو میگنم انرژی کرسیم بینجا بیا اینجا ببینم ببینم کیو من میگنم این دیگه از نه بیا این حشمتی ها خیلی دانشان خوبت سر تو بگیم نه یکم در مورد خیلی بچه بیا جلو بشین نه بیا خیلی بچه سیده داشت در مورد اصلا یه عادتی که داره حشمتی ها وقتی من تو سالم یادش شد یه سال من درس میدم در مورد مباحث درسی اونجا بحث میکنم و من هر سرات میام حشمتی ها اجازه بده یه خورده اونقدر داخل عمق درس و کلاس و مفاهیم بچه ها سوالی میپرسن میدونم دیشب مهمونی بودی؟ معلوم داشته سوال پس چی شد؟ اینو میگن اپیتلیوم مینایی داخلی این برای چه اپیتلیوم مینایی خارجی تفاوتش چیه جفتشون اپیتلیوم هست صحبت از اپیتلیوم میکنیم سلول هایی هستن که با هم در اتصال هستن یک بافت پیوسته میسازن اپیتلیوم مینایی داخلی استوانه ای این چی مکعبی هم سلول هایی که این وسط قرار میگیرن این سلول ها شروع میکنن ترشح کردن گنگ گلیکوز آمینو گلیکان سرشار از کربوهیدرات است. وقتی سرشار از کربوهیدرات است، وقتی اینجا میزان کربوهیدرات که زیاد میشه اینجا شروع میکنه نفوذ کردن داخلش چی؟ کربوهیدرات دوست داره چی کسب کنه؟ آه من همیشه بهتون گفتم خدمت شما عرض کنم که شما یه تیکه برنج یه تیکه ماکارونی که کربوهیدرات بذارید داخل آب چی میشه؟ آب خودش جذب میکنه مثالی که زدم اولین باری که برنج بود یا ماکارونی قابله رو میچسبون دیوار و نمیگه درسته؟ خب این هم میگه این باعث میشه این سلول ها از تراکمشون کم بشه و اینا اول این لایه رو بهش میگن یه اسمی واسهش بعد از این میذارم بهش میگن ستلایت رتیکولوم ماهواره‌ای از اون لایه وسط رو بهش میگن چی؟ ستلایت رتیکولوم اول اینکه ساختار مشبکی پیدا میکنن زوایای متعددی پیدا میکنن و ما بین این زوایای چیه؟ آب هست و این زوایای توسط یک اتصالات محکم دسموزوم به هم هست دستی شد این کبی که وجود داشت سه لایه شد اپیتلیوم مینایی داخلی اپیتلیوم مینایی خارجی و وسطش میشه ستلایت رتیکولوم بعدا میگم هر کدوم از اینا چه ساختارهایی رو کنترل میکنه مرحله بعدی چه اتفاقی واسش میفته من اینجا بزرگ بکشم ببینم چه اتفاقی براش میفته این نایه خدمت شما عرض کنم که بافتای اکتومزانشینال میرود داخل فرورفتگی اینجا و ساختاری میسازد به نام دنتال پاپیلا یا پاپیلای دندانی دنتال پاپیلا کجا فهمیدید که حفره پالک کجا بود پالک دندانی این اون ساختار میسازد اما یک ساختاری داریم به نام دنتال فولیکول یا دنتال ساک میخوام دنتال فولیکول یا دنتال ساک رو براتون تعریف کنم هر آنچه بافت همبند اطراف اینجا بافت مزارشیم اطراف اینجا هر آنچه که بود
که ساختارهای مصادر به نام سمنتوم و همچنین پیدیه. اینو میگن دنتال ساک یا دنتال فولیکول. اولی تاریخ خوب یاد بگیرید، اینا یاد بگیرید برای چیزها مشخص. دنتال فولیکول یا دنتال فرق نمی کنه، جفتش هم اتفاق میشه، دنتال ساک. بس چی شد؟ بس چی شد؟ یک بار دیگه صحبت کنیم، تاریخ رو با هم انجام بدیم، چون میخوایم با هم بعدا توی خدمت شما از اون ساعت بعدی کلیه تاریخ رو دیگه جمع جور کنیم برم. کل این ساختارهایی که توسط فرو رفتن و پیشرفت اکتودرم به بافت همبند زیرینشه میشه چی؟ میگن به این چی میگن؟ ارگان دندانی، ارگان دندانی یا ارگان مینایی هم میگن، یا میگن انامل ارگان یا دنتا ارگان. این ساختارهای اکتومزانشیما بهش میگن پاپیلا ارگان، ارگانهای پاپیلاری. و همچنین ساختارهایی که بافته همبندی که اطرافش هست که اینا هم ساختارهایی رو میسازن در آینده که بعدا با هم صحبت میکنیم، اینا رو میگن دنتال فولیکول یا دنتال ساک. به همین سادگی، به همین سادگی. خب یه بحثایی وجود داره، یه بحثایی وجود داره، بحثایی که وجود داره اونجا با اولین بحثی که وجود داره میگن آقا این پلاکوت‌های دندانی که میخواد تشکیل بشه، درسته تو هر فرق پلاکوت‌های دندانی میخواد تشکیل بشه، دو تا پیش میخواد بشه، یه دونه نیش و همچنین دو تا مولاک، چگونه میتوانن محل خودش رو تعیین کنن؟ یعنی چجوری میشه که اینجا تشکیل بشه، اینجا تشکیل نشه، یا اصلا اینجا دندان پیش تشکیل بشه و دندان پیش این ناحیه خلفی تشکیل نشه؟ ساختارها در سالها در مورد این بحث کردن و مطالعات زیادی رو انجام دادن. دو تا مدل هم تا به امروز تعریف کردن، هنوز هم نتونستم بفهمم کدوم مدل خدمت شما ارجحی تر داره، ارجح هست برای چی مدل. اوکی؟ یه دونه به اسم فیب مدل، همون بگیم دارم ها کنم. بسی شد، ما ساختارهایی که بسی شد، ما گفتیم دو نوع مدل واسه این تعریف کردیم، فیلد مدل، فیلد مدل، یه دونه چی؟ کلوب مدل. مخواهیم ببینیم فرق فیلد مدل با کلون مدل چیه؟ اینا چه تفاوت هایی با هم داره؟ اوکی؟ اینا چه تفاوت هایی با هم داره؟ میگه تا یک زمانی فکر میکردن، تا یک زمانی فکر میکردن خدمت شما رو عرض کنم که این بافت اکتودرمی که وجود داره تا اون تیغه دندانی میسازه، این بافت اکتودرمی که وجود داره و تیغه دندانی میسازه، خدمت شما رو عرض کنم که این تیغه دندانی و بافت اکتومزانشیمالی که زیرش وجود داره. که سرتاسر وجود داره، این که سرتاسر تیغه دندانی وجود داره. این فکر میکردن این بافت یه سری ژن‌هایی رو بیان میکنه به نام ژن‌های خانواده هموباکس. شما جنین خوندید، کسی میتونه در مورد ژن‌های خانواده هموباکس برای ما تعریف کنه که چه ژن‌هایی هستن و اینا به چه صورت بیان میشن و چه کاربردی دارن؟ آقای مرتضوی، استاد مرتضوی، ژن‌های هموباکس چیه؟ ببین ژن‌های هموباکس ژن‌هایی هستن که به صورت تناوبی توی باب در طول باب تکرار میشن و میزانش متفاوت میشه. یعنی چی؟ ببین وقتی این ناحیه، یک ژن هموباکس تشکیل بشه، همینطوری که جلوتر میرود به خاطر تأثیراتی که دارد تو نواحی بعدی یه سری ژن‌های دیگر با مقدار و با تأثیرات دیگری بیان می‌کنه. درشه چی شد؟ درشه نشد چی شد؟ ژن‌های هموباکس میگه؟ الان زیر این ناحیه یک بافت میزانشین بود. درسته؟ وقتی ژن‌های خانواده هموباکسی بیان میشن، ژن‌های خانواده هموباکس به این صورت. ببین یه سری ژن‌ها وجود دارن که به صورت هموباکس هستن. یعنی یک ژنی تو این ناحیه بیان می‌شود باعث
تأثیر و اینتراکشن وی باث اکتریم بیش و اینجا رو بیان می‌کنه تموم میشه اون نایه ژن دیگه این نایه ژن ولی یه سری ژن‌ها ژن‌های خانواده هموباکس هستن اینا چی وقتی تو اون نایه بیان می‌شوند خودش تو طول بافتی که داخلش قرار داره بافت بغلی هم تحریک میکنه و بافت بغلی از خانواده اون برای میکنه منتها با میزان و حدت و شدت متفاوت در نتیجه به این میگن چی؟ فیلد مدل یعنی کل ساختاری که وجود دارد یک ساختار پیوسته است و این میتونه تأثیر بذاره اما یک مدل دیگری وجود دارد به نام کلون مدل میگه چی؟ میگه بافت مزانشینی که زیرش هست بعد از اینکه این دنتال لامینا تشکیل میشه این بافت مزانشین به تیکه های متفاوتی تبدیل میشود داره چی میگن؟ کلون کلون میشود کلونینگ اتفاق میفته و هر تیکه روی بافت اکتودرمش تأثیر میذاره و این بافت اکتودرم باعث تبدیل شدن به یک دندان میشه داره چی شد؟ اونجا به صورت پیوسته بود توی فیلد مدل به صورت پیوسته بود ولی توی کلون مدل به صورت چی؟ تیکه تیکه هست. این دوتا مدلی است که برای تمایز اینا تعریف میکنه. اما یه بحثی وجود داره. آقا ما الان میبینیم دوتا بافت دارن با هم همکاری میکنن که یک دندان ساخته بشه. یک اکتودرم رویی، دوم چی؟ بافت مزانشیم که زیرش قرار داره. کدام یک از این بافت‌ها این که تحریک میکنه؟ آیا این بافت اکتودرم که پیام‌هایی میفرستد به مزانشیم زیری و مزانشیمی رو تحریک میکنه یا مزانشیمی که بافت پیام های میفرسته به اکتودرم روی و اکتودرم رو تحریک میکنه این بحثی که وجود داره تا به نموده هنوز هم جوابی واسه پیدا نکردن چرا؟ الان خدمت شما عرض میکنم به خاطر اینکه تو روزای 13 تا 16 میبینن آنچه که تعیین کننده از اکتودرم بود یعنی چه آنچه که تعیین کننده است اکتودرم چیه؟ این باید سایلن کنم بشم این سیری رو صدا کردیم چی؟ سیری رو صدا کردیم سیری؟ که سایلن سایلن کن دست نداشت آفتن بسن اوکی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ بچه ها تو روزه 13 تا 16 اگر گوش بدید چی؟ اگر اکتودرمی که مربوط به پیش است اینو برداریم این اکتودرم رو برداریم درسته و اینو این اکتودرم رو قرار بدیم روی اکتودرمی که مربوط به چی مزانشیم مربوط به مولار است چه دندان اینجا ساخته میشه پیش ساخته میشه و همچنین برعکس اگر اکتودرمی که مربوط به مولار هست بیاریم این جلو بزنیم رو مزودرمی که مربوط به پیش هست تبدیل به چه دندانی میشه؟ مولار میشه ولی مزودرم رو جابجا کنیم این اتفاق نمیفته یعنی چی؟ تو روز چند؟ 13 تا 16 یعنی اگر ما مزودرمی که مربوط به ناحیه مولار هست برداریم جابجا کنیم با مزودرمی که مربوط به پیش هست این دندان ها تبدیل به چی میشن؟ باز دندان های پیش میشن این مطالعه رو انجام دادن دیدن تو روزهای 13 و 16 کدوم ساختار عجز اپیتلیوم این ساختار اپیتلیوم ولی میدیم جلوتر برعکس میشه و این مطالعه رو وقتی ادامه دادن تو روزهای بعدی دیدن این ساختار با هم چی برعکس میشه مثلا اون تو روزهای 13 تا 16 بود این تو روزهای 14 تا 15 یه گروه دیگه اومدن مطالعه کردن اومدن یه نتایج دیگری گرفتن اینا اومدن چی پیدا کردن؟ اینا اومدن دیدن اگر بریم جلوتر این بافت اکتومزانشیماره که نقش اصلی بازی میکنه یعنی چی بافت اکتومزانشیماره نقش اصلی بازی میکنه؟ یعنی اگر شما بردارید این مزودرمی که مربوط به مولار هست بیایید جابجا کنید که روی مزودرمی که مربوط به چیه؟ پیش هست دندانها تبدیل به چه دندانهایی میشن؟ مولار میشن دندان‌ها در دید مولار میشه در نتیجه تا به امروز نتیجه‌ای که گرفتن گفتن نحوه تشکیل دندان‌ها اینتراکشن ما بین این اپیتلیوم و مزودرم یعنی جفتشون هم چیان مستقل است تو روزهای اول نقش اپیتلیوم پررنگ‌تره تو روزهای بعدی نقش مزودرمی که وجود دارد
این بحث برای کردن رو. اما یه بحثی که وجود دارد و مشکلی که تو مطالعات دندان وجود داره، بیشتر کارهایی که انجام شده روی دندان روی موش هست. روی موش هم خدمت شما عرض کنم که موش یه دونه دندانه پیش داره، خدمت شما عرض کنم سه تا دندان مولار داره، همین فک و دندان های پرمورال و کانین نداره. چرا موش کانین نداره؟ موش نداره کنینه؟ کنای؟ تلفظ درستش چیه؟ کنان کنان دقیقا درنده نیست، انسان یه درنده بوده اجدادش ده، الان درنده نی؟ چی؟ تا حالا نهیدید کسی گاز بگیره خدمت شما هست کنه یه تیکه بکنه آسیب بزنه؟ هر روز صبح هر روز صبح خب خدمت شما هست کنم که داشتیم در مورد صحبت در نتیجه این مطالعات که همین ما اینجا صحبت کردیم مربوط به موشه، منتها تو انسان چون متفاوته در خدمت شما پرمولار داره، کنین داره، کنین چی با کنین کنان اب نداره. خب در دفعه من گفتم یه انگلیسی زبان میخواد فارسی تلفظ کنه که آلی ما خیلی زون داریم چه میناس فینگ دیدی که میگه که لازم فینگ ما نمیتونم نحوه طرف چیزا با هم متفاوت. Anyway, جلوی این ببینیم خدمت شما از کنم بوده چه ساختارهای بکنیم با هم در انجام بدهیم. تو چی بکنی برای ایسی؟ نه، کجا نو رو اینجا باشید خیلی مفتر سری نو رو بیایی دام سوکر.